پلیس پاکستان اعلام کرد که در حمله مهاجمان ناشناس معاون دبیر کل شورای علمای سنی پاکستان کشته شد. ابتدا گزارش علی اکبری را با هم ببینیم. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، مسعود الرحمن از چهره‌های برجسته سنی‌های تندروی پاکستان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان توسط مهاجمان ناشناس ترور شد. پلیس اسلام آباد اعلام کرد که خودروی این فرد تندرو هدف تیراندازی مهاجمان قرار گرفت و وی در دم جان سپرد. مهاجمان پس از انجام ترور از محل حادثه متواری شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به این روحانی تندروی سنی در پایتخت پاکستان را بر عهده نگرفته است. برخی از کارشناسان امور گروه‌های ستیزجو در پاکستان و افغانستان نوشتند که کشته شدن عثمانی ممکن است به حوادث اخیر در مرز ایران و پاکستان و حمله شبه نظامیان به نیروهای امنیتی ایران مرتبط باشد. سعادت ترمذی، پژوهشگر امور گروه‌های جهادی پاکستان و افغانستان، در یادداشتی در ایکس نوشت عوامل مختلفی می‌تواند پشت این قتل باشد. یکی از جنبه‌های بالقوه ادعای ایران مبنی بر دست داشتن شبه نظامیان سنی مستقر در پاکستان در حمله‌های اخیر به نیروهای ایرانی است. وی در ادامه افزود که مسعود الرحمن عثمانی از رهبران ارشد و با نفوذ گروه شبه نظامی سنی تندرو به نام سپاه صحابه پاکستان بود که با ریاض بصره رهبر لشکر جنگوی که شاخه نظامی سپاه صحابه شناخته می شود پیوند نزدیکی داشت. از سپاه صحابه تا چند سال پیش به عنوان بزرگترین گروه شبه نظامی تندروی سنی نام برده می شد که شیعیان را هدف قرار می دهد. پس از افزایش حمله به شیعیان در پاکستان و افغانستان، ارتش پاکستان در چند عملیات هسته های این گروه را متلاشی کرد. دست کم در 5 سال اخیر شاخه نظامی این گروه تندروی سنی از فعالیت‌های نظامی دور مانده است. سپاه صحابه که حق نواز جنگوی در 1985 در پنجاب پاکستان تأسیس کرد، حمله های مرگباری به شیعیان در پاکستان و افغانستان کرده است. رهبران و اعضای این گروه شیعیان را کافر خطاب می کنند و تا چند سال پیش آشکارا حمله به شیعیان را روا می دانستند. این گروه که از تندروترین گروه های سنی به شمار می روند، رابطه حسنه ای با طالبان داشته و دستشان به خون بسیاری از شیعیان در پاکستان و افغانستان آلوده است. نهادهای امنیتی پاکستان هنوز جزئیات بیشتری در مورد قتل رهبر پیشین سپاه صحابه منتشر نکردند. بستگان و نزدیکان او نیز در این مورد اظهار نظری نکردند. پاکستان در نزدیک به 2 سال اخیر و به ویژه پس از بازگشت طالبان افغانستان به قدرت، شاهد ناامنی روزافزون در شهرهای خود بوده است. تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان و ارتش آزادی بخش بلوچستان، 3 سازمان شبه نظامی فعال و قدرتمند در آن کشورند که مسئولیت بیشترین حمله های مرگبار را به عهده گرفتند. علی اکبری، اخبار شیعه. برای بررسی بیشتر، سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، از تهران با ما هم رسن. آقای جوادی سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. عرض ادب. آقای جوادی، با هم گزارش رو دیدیم، فرد ترور شده چه جایگاهی در میان گروه های تندروی سنی در پاکستان داشته و پیشینه او چگونه بوده؟ ببخشید صداتون یه لحظه قطع شد به دلیل مشکلات اینترنت. بله بله، یه مرتبه دیگه. بله، عرض میکنم خدمتون، فرد ترور شده چه جایگاهی در میان گروه های تندروی سنی در پاکستان داشته و پیشینه او چگونه بوده؟ بفرمایید. بله، مولانا مسعود الرحمن عثمانی در حال از بنیانگذاران سپاه صحابه و دارای تفکر افراطی بر علیه شیعیان و در حقیقت در کشتار و قتل و شهادت بسیاری از شیعیان مؤثر بودند.
و به عنوان معاون دبیرکل شورای علمای سنی در شهر اسلام آباد هم مشغول بودند که در ترویج این افکار ضد شیعه بسیار مثمر ثمر و در حقیقت مؤثر بودند، که به هر حال باید با رفتار افراطی این گونه بر علیه شیعه انتظار در حقیقت یه همچین اتفاقی دور از ذهن نیست. بله، در رابطه با پیشینه ی سپاه صحابه و سایر گروه های تندروی سنی که دستشون به خون شیعیان افغانستان و پاکستان آلوده است، به صورت مختصر توضیح بفرمایید. ببینید، خب اصلا بحث تأسیس سپاه صحابه دقیقاً بر علیه تفکر شیعه و با رفتارهای بسیار افراطی در دو کشور افغانستان و پاکستان همراه بود که منجر به در حقیقت یک جو بی‌اعتمادی در بین خود اهل سنت بر علیه همین سپاه صحابه و شکل گرفتن مخالفت‌هایی که من فکر می‌کنم اگر فرصتی بود اشاره می‌کنم به دو سه تا نظری که دارم در این رابطه، مؤثر بود و به هر حال در دولت عمران خان سپاه صحابه رو قلقم کردن و دست و پاشون رو جمع کردن، اما رفتارهای افراطی ادامه داشت که به هر حال و به ببخشید مثل اینکه قطع شد. بله، یک لحظه قطع شد، بفرمایید. رفتارهای افراطی معمولاً باید انتظار همچین پاسخی رو داشته باشن که انشالله امیدواریم دیگه جرأت نکنن بر علیه تفکرات بر حق شیعه یه همچین مواضع تندروی داشته باشن. بله، در رابطه با عوامل ترور فردی که هدف قرار گرفت چه ارزیابی دارید؟ والله به نظر من، حالا همونطور که در متن اخبارم من شنیدم که شما و دیدم که می‌فرمودن، بله، به هر حال ممکنه ارتباطی با اون تحرکات اخیر ایران داشته باشه، اما من با توجه به منابعی که در خود نزدیکان همین مولانا مسعود امیر مسعود الرحمن بودن، به طور دربسته اشاره کنم که به نظر من اولا خب سزای ریختن خون شیعیان که تفکر برتر و واقعا اول جهان اسلام هستن، یه همچین عاقبتی باید داشته باشه و اون تحرکات هم یعنی بی علت نیست، اما جریان‌های داخلی که خود همفکران مولانا مسعود الرحمن داشتن به نظر من میرسه که ریشه هایی رو داشته باشه برای زمینه‌سازی ترور ایشون، و بحث بعدی جریان‌های تندرویی که در پاکستان هستند و فعالیت دارند ممکنه که در دعواهای بین گروهی اینها قربانی رو طلبیده باشه که ایشون، و با توجه به اینکه ایشون در دم جان سپردن، به نظر من دقت تیراندازی رو هم شما از مؤلفه هایی بدونید که دو گمان زنی اخیر بنده رو تقویت میکنه و باید منتظر بود تا در روزهای آتی ببینیم با توجه به اینکه کسی مسئولیت رو قبول نکرده، این گمان زنی بنده فکر میکنم قوت پیدا کنه.